به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت تمام هموطنان. امید که هر جای دنیا هستین خوب و جور و صحتمند باشین. باز هم یک برنامه دیگه همگام با مستور آغاز میشه با یک مهمان خیلی عزیز و دوست داشتنی. گنجینه هنر افغانستان، سینمای افغانستان را در کنار خود داریم. کسی که در دلش گپ‌های خیلی زیاد هستند از سینمای افغانستان، از دنیای هنر افغانستان که ما باهاش صحبت‌های خیلی زیاد می‌داشتیم، در مورد زندگی شخصیش می‌خوایم بیشتر بدانیم. در کنار از این که هنرپیشه هستند، یک استاد خیلی خوب هستند که می‌دونید که استاد یا معلم جایگاهش در زندگی ما در کجاست. اگر ما در هر جای در این زندگی می‌رسیم، به هر جایگاهی که می‌رسیم، به خاطر معلمی هست که ما را تعلیم و درس داده. بله، میخوایم بگویم که کی در کنار ما هسته، هرچقدر تعریف کنیم ازش کم هسته. عبدالاحد خاکسار یا میتونیم بگویم میرک در کنار ما هسته. سلام، خیلی خوش آمدین. خوش باشیم مستر جان، جور هستین، خوب هستین. سلامت باشین، تشکر لطفتان، زنده باشین، قربانتان. من میفهمم که اگر میرک بگویم بیشتر مردم آشنایی دارن، و من خاطر خواستم که بگویم که کسی که در کنار ما هستن بیشتر با مردم معرفی شون که کی هستم. خب ما سوالات خیلی زیاد در ذهن ما داریم و مطمئن هستم که هموطنان ما هم که فعلا بیننده هستن خیلی سوالات در ذهنشان هست و شاید در دل خود بگن که مستر این سوال پرسان کن. ما پوش میکنید تا حد توان سوالاتی که در ذهن من میایه مرستان بپرسم. خب در قدم اول کمرا در خدمتتان است، اگر گفتنی داریم با مردم بفرمایید. لطفتان است، تشکر، زنده باشین از اینکه ما رو دعوت کردین در برنامه خوبتان در تلویزیون جهانی آریانا. تشکر میکنم. من فقط میگم که خداوند جل جلاله او تمام وطنهای عزیز ما را از آفتی که در این وطن آمده نگاه کنه. زنده باشین، تشکر، قربان شما. آمین، بسیار زیاد تشکر. خب هموطنان، پیش از اینکه ما برنامه را آغاز کنیم و سوالات ما شروع کنیم، یاد داره یک تشکری کنیم از رستوران آبشار که بر ما این فضا را مهیا ساختن تا ما بیایم یک برنامه قشنگ و زیبا برای شما عزیزان تهیه کنیم. من دوست دارم که بدانم که عبدالاحمد خاکسار از کدام ولایت زیبای ما هست. من از ولایت زیبای خب تمام ولایت افغانستان وطن ماست. چون از افغانستان هستیم، تمام ولایت‌های افغانستان زادگاه ماست، وطن ماست، ولی وطن اصلی ما کابل است. خب بسیار عالی، از ولایت زیبای کابل ما هستیم. هم وطن ما دیگه. بسیار عالی. در کدام سال، در کدام ماه، در کدام روز تولد شده؟ سنتان هم میخواییم پیدا کنیم. روزش تو به یاد ندارم، چون من نو تولد شده بودم. روز خدا بدیم ما کدام روز بودن، کسی هم برتا نگفته دیگه، کسی نگفته که ما در کدام روز تولد شدیم. ولی تاریخ تولدم یادم از 1334 1334 که حساب کنی یعنی 60 چند میشه؟ 66 ساله تقریبا. نمی چیزا یعنی خب سنتان قدر بالا نیست، خوب خیلی جوان مانده. نظر نکو نناخونه ما سعی کنم سعی کنم نظر نکو. در کدام ماه؟ دماهای زمستان بوده دیگه، همین خزان بوده. خزان خزان بوده، بله. میزان اقرب. پس فکر میکنم همین خصوصیات ما خودتان یک چیز باشه، که ما هم در ماه خزان تولد شدیم. ما میخواییم بعضی از خصوصیات که در وجود خودتان در این چند سالی که زندگی کردین پیدا کردین، که مثلا این خصوصیات را شما در وجودتان دارین یا کسی براتان گفته که شما مثلا این خصوصیات را دارین، چی بودن؟ یعنی چه قسم خصوصیات؟ مثلا از خوبی هایی که در وجودتان گفته شدن. خوبی ها دیگر خود آدم تعریف کنه باز بد میشه. نه، خوبی هایتان همه اگه دیدن و میدانن. خوبی های من اینه میز که خدمتگار جامعه هستم، به وطن خود خدمت میکنم، خیانت نمیکنم، به اولاد وطن خود خدمت میکنم، کوشش میکنم که یک لبخند ملبای وطنهای عزیز ما بیاید. که این دهی شرایطی که شرایط جنگ است، شرایطی است که دی چهار دهه جنگ دهی وطن اما خوشی های ما را گرفته از ما، و می خواهیم که این خوشی ها را توسط هنر خود، توسط همو مسلکی که دارم به هموطن های خود
برسانم. واقعا که افتخار وطن ما هستین و من امروز خیلی خوشحال هستم که کسی را در کنار خود دارم، چه در دنیای هنر، هنرپیشگی و سینما، همچنان در کنار من یک استاد هست و یه افتخار هست برای هر کسی که استادای خود را دوست دارم. من دوستم بریم برگردیم کمی به دوران طفلیت، در زمانی که شما خیلی کوچک بودین و از هم بازی هایتان بر ما بگوین، از بازی هایی که در اون زمان انجام میدادین. حالا خب کل بازی های طفلانه شده گیم پابجی و نمیفهمم لدو، این چیزایی تمامش رفته در موبایل ها، ولی اون زمان این چیزا نبود، خیلی سمیت ها بیشتر بود. این گپا نبود در وقتهای ما. مثلا بازی های طفلانه ما توپ دنده میگفتن، کالی به نام کرکت بر آمده، یک چیزی که اون وقت ما گیره به نام توپ دنده یاد میکردیم، که توپ هم اصلا توپ نبوده، از تکرخ چند تکرخ کلوله میکردیم، تاو میکردیم، باز میدوختیم، توپ میساختیم، توپ دنده میکردیم. یعنی بازی ها بوده، مثلا غصه یک قسم بازی بوده که پای خود آدم واکر میگیره، در یک لنگ تیلک اکان از هر کسره که چپکت. یعنی بود دیگه بازی هایی بود که کتکان بود، شدومک میگفتن، یک چیز در یک سنگ هم انداختن، باز پیسه رو میگرفتیم، شدومک میکردیم، انداختیم، هر کس که در سنگ نزدیک میامد بلست میشد، تاوان میداد. سر کتکان بود، چهار مغز برد، یک قسم چهار مغز برد بود. مثلا چهار مغز چون در دان بود، او وقت چیزی نبود که تو جنگ نبود، دیگه نبود. وطن ما خودکفا بود، از نگاه میوجات، از نگاه غلجات، از نگاه همه چیزی در وطن ما وجود داشت. وطن بسیار زیبای داشتیم، وطن بسیار خوبی داشتیم، بازی های بسیار خوب بود. مثلا کاردیوال میگفتن، یک قسم پروگرام های میشد که دیس یا کاردیوال میگفتن. گوتک، شش تا گوتک بود که در یک طرفش قره بود، یک طرفش پشه بود، باز بیرق بود و کلا بود و دیگه بود، بازی در یک دوله منداختن، اما سر یک تصویر شور میدادن، باز میورداشت میگفته کلا در کلا مانده بود، تاوان میداد. این بازی هایی بود، از پکای چوبی بود کالی، اینه دهی چی میگن، اینه چرخ فلک که دهی جا برامده، دهی اینه پروگرام های چیز، اون وقت بنامه یعنی اسبک های چوبی بود، از چوب تیار میکردن، یک قرانه یا یک شانزاپلی رو منداختن، باز اینمی اسبک دور میداد، هر کس کنم پیسه رو برداشته بود. یعنی بازی ها بود، تخم جنگی بود، بازی هایی بود که یعنی مثلا ما بسیاری از بازی هایی که شما گفتید مثلا ما امروز بلدیت نداریم. بله. و وقتی که مثلا شما بر ما قصه میکنید و بله. من هم خیلی جالب تمام میشم و هم میگم کاش که ما هم دمو زمان تولد میشدیم، دمو شاید زمانی که ما تولد شدیم جنگ بود و ما از لذت زندگی از طفلیت چیز ندانستیم، ولی کاش که ما هم مثل شما برای این بازی ها رو انجام میدیم و اگر روز مثلا ما در یک برنامه مهمان می بودیم میتونستیم از این بازی ها یاد کنیم. خب خیلی ولی آقلش تلفونی شده، شما عصر کامپیوتر هستید، شما دیگه در این وقت باز نسلی که از شما باقی میمانه اونا رو باز قصه خواهد کردن که ما کامپیوتر داشتیم، میتون بودیم، گیم هایی میزدیم، دیگه میزدیم. نسل به نسل تاریخ هست، در دوران هست. شاید مثلا برای نسل آینده چه چیزهای نو خلق شود و که چیزهای کمتری که ما قصه کنیم برای از بسیار یک چیز جالب تمام شود. شاید. خب در وقت ما دو کسی در کره ما رفتن که عبدالحد بود، یکی هم یک کوانورد دیگه بود که پیلوت ها بودن. اینا هم گفتن که اینا دا چی رفته، فضا رفته. ما گفتیم ایران موندی که او چطور در ستاره رفته، دیگه ماتاو چطور میره، دیگه ماتاو چطور میره. حالی کم است که دیدن برن در اوجا آب هوای زوجه رو ببینن، اگر مساعد باشد که آدم برای اوجا زندگی کنن. یعنی عصر رسیده، ما اون وقت دیگه پا رو نمیفهمیدیم، سخنها رو نمیفهمیدیم. آره، بسیار چیز عادی شده برای نوان. خب دوستانم یکی از بازی هایتان رو بر ما نام بگیرین که یکی از دوستایی که مثلا در اون زمان امروش بازی میکردین، چون حتما به یادتان میمانم و از خاطرات طفلیت یک چیزی باید به یادتان هستم. من عمر زیاد در ولایت قندوز تیر کردیم. زادگاهی ما اگر بگویم که ولایت قندوز هم هست یعنی اشتباه نخواهد کنیم، چون تو گفت پیشتر که تمام ولایت های افغانستان ولایت ماست و وطن ماست، از اموجه
زادگاه ماست، چون آب و هوای افغانستان کلش یک آب و هواست، از آب و هواش استفاده می کنیم، کلش وطن ماست. من در عمر بسیار زیاد را در ولایت قندوز تیر کردیم که در اونجا هم بازی های داشتیم. ما در رشته فوتبال هم دوستایی که همیلی مرا مشاهده می کنن می بینن، من خوب فوتبالر هم بودم. بله من خوب در وقت خود در اون زمان ما قسمی که فوتبالی بود، فوتبالی که اونقدر هنوز اصلی نشده بود و چی نشده بود، در اون وقت فوتبال میکردیم، من یک فوتبالر خوب بودم. بعض دوستای ما هستند، مثلا از جمله دوستایی که خدا مغفرتش کنه، یکی از دوستای بسیار نزدیک صمیمی من که باز اینه میره براتون قصه میکنم که این آدم کی بود، چه رقم بود، همسین فیلم بود، به نام احمد خان مزین یاد میکرد. خدا اونا را غریق رحمت کند. اونا وفات کردن، تقریبا 7-8 سال میشه وفات کردن. بعض دوستای دیگه بود، کریم جان میگفتن که به شوخی یکان تخلص ها به یکی دیگه میدادیم، مثلا عبدالله جان بود، بیتوان بچه هایی بودن که حبیبی فضیلت بود. خب یکی تخلص هایی که گفت مانده بودینه بر ما بگوین. خب یعنی تخلصی که احمد خان میگم، احمد خان مزین میگم، احمد خان مزین به این مانا که ای من عبدالامد بودم. یک وقتی در صنف 4 در مکتب ما در صنف 4 رنگمالی شده بود، رنگمالی شده بود، در مسل سند نوشته کرده بود عبدالخالق خاکسار. من اینمی دوست خود در کتاب دری مزین زینت یافته را میگن. یک درگه کمیتون کماش برابرگی بود دیگه بود، این هم از مدار گفتم بچه مزیبان، من تو را احمد خان مزین میگم، تو مرا عبدالامل خاکسار بگو. این اونمو بود که اینمی تخلص خاکسار از اوجا گرفتیم. اونا ما اون از دموستن فچار به این طرف اینمی خاکسار و خاکسار و خاکسار، ما او را احمد خان مزین و احمد خان مزین، اونا بون مزین شده. اینه به این تخلص شما خاکسار نیست؟ اصلا خاکسار است، نه فامیلی نیست، خاکسار فامیلی خاکسار نیست، یعنی از سنف 4 به این طرف اینمی به نام خاکسار. حالی هم اونمون خاکساری که چون خاکسار مشهور شدم خاکسار ماندیم. خب بسیاری یک چیزی که فکر میکنم شاید در هیچ جایی گفته نشده باشه همی باشه که آقای خاکسار تخلصشون از سنف 4 و دوام یکی از دوستای صمیمیشان بله این تخلص را برشان داده و چه یک تخلص زیبایه واقعا، خیلی تخلص خوب هسته و خیلی زیبا هسته. خب بیایم، خودتان استاد هستین، معلم هستین و فکر میکنم دوره تعلیمی رو تیر کردین و میفهمیم که هر چیز مثلا در چوکی متعلمی یک شوخی خودت دارم. بله. از شوخی دوران متعلمی خودتان بر ما بگیم. خوش از دوران متعلمی طبعا چوکیش یک مرزک خودت داره، یک چیزی خودت داره انسان. خب طبعا در سنج یکوان شوخی، یکوان مذاق، یکوان خندی، یکوان گپی داشتیم. همیشه من کوشش میکردم که وقتی که استاد نمی بود میخیشتم سر تخته معلمی میکردم و ارمان به دلم داشتم که خدا وندی تو روز رخات ساخت که من معلم شوم، بخیشتم سر در تخته درس بتم. اونمو بود که کسی شاگردا مذاق میکردیم، میخیشتم یکان سر تخته یکان شوخی و مذاق میکردیم. بالاخره آیستا آیستا اینمو معلمی نصیب ما شد. هنر یکان وقتی که سینما میگرفتیم، از مکتب میگرفتیم، میرفتیم سینما، یکان فیلمایی را میدیدیم. مکتب گریزی هم کردیم؟ بسیار زیاد. مکتب گریزی که عادت یکی از عادتهای شاگردان. خب در 310 اگر مکتب گریزی نکردم باشم، متباقیش مکتب گریزی کنه کنه یک چیزی هست. و یعنی که یکوان فلم می دیدیم در روی پرده تلویزیون، در پرده سینما و وقت نه تلویزیونی بود و نگردی بود نه سخنی بود، یعنی در پرده سینما که می دیدیم می گفتم تو روز خواهد شد که من در پرده سینما ظاهر شوم، که خداوند همی دو ارمانی که داشتم یک چیز فراموش نکنی هموطنان عزیز که امروز برای من خیلی مشکل هستن که من یعنی سوالات را که میکنم من خیلی متوجه میباشم که بعضی کلمات از پیش من اشتباه نشه، به خاطر از اینکه در کنار من یک استاد شده و صحبت کردن در مقابل اینا واقعا یک کار خیلی مشکل هست و باید خیلی توجه کنم و اگر کمبودی هست من معذرت میخوام. قربان شما.
آقایان برای شاگردایتان میگین که شوخی نکنین و از مکتب نگریزین نگه پارا باشن چی میکنین؟ من همیشه طبعاً ایدم یعنی از روی پرده تلویزیون زیبای آریانا من شاید شاگردار میبینن من همیشه با شاگردار خود قسم رویه میکنم که رویه دوستانه دارم بسیار کوشش میکنم که شاگرد در یک چوکات منظم نگاه کنم به خاطر از این شاگرد گفته بچه خب طبعا من چون در پرده تلویزیون میبینن نقش هم نقش کومیدی وقتی که در داخل سن میدرایم طبعا در ذهن شاگرد میگردن که اون روی خوشوی این نقش هم بازی میکرد یک خندگکش میره دیگه من شاگرد گفته بچه وقت درس درس هست وقت تعلیم تعلیم هست وقتی که بعد دستم مدر آمدم شما دستم داخل شدین دستم شیشتین در چوکی شیشتین شما متعلم هستین من معلم هستم بله من تدریس خودم میکنم شما من از شاگرد از امو تدریس ما استفاده کنید و از او بهره‌مند شوید و از او یک چیزی بیاموزید اگر در ذهنتان کدام سوالی کدام گپ یعنی خطور میکنم ابراهیم من حاضر هستم که بعد از درس هر سوالی که داشته باشید از نگاه و نگ برتان من پاسخ گوی بتونم با چون جواب بدم بسیار عالی میخوایم بدانیم که از کدام رشته تحصیلی شما فارغ شدید تحصیلاتتان چی هستن کمی بیشتر معلوماتتون شاید مثلا زیاد کسا بدانن ولی خواستم باز هم سوال این سوال داشته باشیم باز میریم دیگه طرف دنیای هنر و موسیقی بله هنر پیشه از سال 1355 از دارالمعلمین فارغ شدیم از دارالمعلمین ولایت قندوز رشته ما اجتماعیات است رشته تاریخ و جغرافی است معلم تاریخ و جغرافی است بسیار عالی من مضامینی که حفظی بودن خیلی دوست داشتم و مضمون تاریخ و جغرافی هم که اصلا حفظی است و مثلا باید حفظ شوم چقدر دیگه تاریخ ها در یادتان است چقدر مثلا دریای کابل تعریف کردن که دریای کابل گفت تعریف کو یکی از شاگردارا گفتم همین دریای کابل تعریف گفت دریای کابل دریایی است که بقا در آن تیمم میزند یعنی هیچ حق نداشت من به تو ما آفرین بچه شما باد کردی تاریفی کرده که تا تعریف کرده بله خب چی شد که رو آوردی مثلا شما دوست داشتین که مثلا معلم باشین ولی در کدام حسی زندگی فهمیدین که شما میتونید یک هنرپیشه موفق هم باشین خب من در دوران همیشه کلیشه‌ای بوده پرسان شده و گفتیم هم که من در دوران متعلمی خود در صنف اگان شوخی مذاقی که داشتیم خدا ببخش یکی از استادای ما را غریق رحمت کنه که کسی است که اولین کسی که دست مرا گرفته بالای استیج و نر مرا رنمایی کرده به نام حفیظ الله نظری یکی از استادای من که استاد بوده که اولین کسی بوده که مرا دندی در این ستیج در مکتب ای چی ساخته هنرمند گفته نمیتانیم ما خودم چون هنر بر بیکران است تا بالی شموری از پای ما داخل هنر نشده ولی اینمی آدم دسته مرا گرفته و مرا در این ستیج آورده اولین نقشی که بود چی بوده؟ اولین نقشی که بوده خب در مکتب بسیار پروگراما کار کردیم و در تئاتر بسیار پروگراما کار کردیم در تلویزیون یکی از اولین نمایشنامه‌ای که کار کردیم به نام بلیونی بوده بلیونی یکی از اولین نمایش ما بوده که ما این نمایش را قسم کار کردیم که اگر اجازه باشه این نمایش را برای تبدیل کنم بگویم خیلی خوشحال میشه آه قربان شما بلینه یک چند تا مامورین هستن در بین خود خب از همیشه از ساعت 12 تا 1 مامورین اجازه رخصت دارن که نماز میخوانند تایم قضاست و نماز میخوانند قضای خود میخوانند بعد از یک یعنی کار شروع میشن نمایش قسمی بود که چند تا مامورین کسی خود قسم میکنه یکیش بدگیش میگه میگه باز کلمات و باز جمله های هست که اگر آدم دهگان جای به جای به موقعش استعمال نکنه یعنی به مصیبت گرفتار میشه مشکلات دچار میشه میگه برو بیادر و چی هست که تو میگه حتی اگر بله و نی هم باشه یعنی غلام جان یکی از مامورین بود که اونمون نقش مکار کرده بود
غلام جان میگه برو به عدد چیز بله اونی من حاضر از تو بگم این روز از صبح تا بگا تا با با تا که رخصت میشه نه بگویم یک روز حاضر هستم که از همین صبح تا همین که رخصت میشه بله بگویم. خب تصادفاً یا داخل میان در داخل دفتر من در شعبه که میشنن این میگه است که تصادفاً آیت ها میاین از چی خب قضی ها قضی معمولی شرط میزنن میگه امروز صحیح است امروز روز چیز میگه روز نه از امیالی صحیح است هر کس که بخت و رو باید یک میمانی بتن غلام جان بستم میگه بله و یک چون تا نه خراب نکنه بسم الله تصادفاً در شعبه داخل میشیم که امی آیت ها می آید آیت ها می آید و من سعی می کنم که خود از زیر چی مسئول نگاه می کنم مدیر ما رو می گه که ما برای بررسی آمدیم سعی می کنم من کلیم در میز هست می گه اونم مامور صاحب شما حاضر هستید که یعنی ما از پیش تان تل سوال کنم امروز روز بله است دیگر می گم بله حاضر هستم بفرمایید. خب می گه خب میگه که در قدم اول همین پرسانش همین میباشه که مدیر شما کدی شما ما خبر شدیم که مدیر شما کدی شما روی بچه ها بد میکنه من مجبور هستم بگویم بله میگم بله مدیر ما یک قسم تکان میخوره که چی میگه خود چیزی میگه که یعنی خلاف اینه میگه چی کدی میگه چی مدیر شما کدی شما روی بد میکنه بله مدیر شما از این چوکی خود استفاده میکنه بله هایی تو میکنه بله هایی تو میشه هایی تو میشه بله 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 یه بشار از آبی مدیر خراب میشه کم از که خیلی کنه سر ملان جان خب حیات ها میگه امروز کفایت میکنه میمانیم برای سبا یکی من حیات ها میبرایم مدیر میده و در جان امی غلام جان میگه او بیده من با تو چی بدی کردیم من با تو چی نخزه ساندیم کدام روز من تونه چیزی گفتیم دو روز یک روز سه روز ببانی مورده ببانی از این که همه کلان مورده ببانی از این که خوچو کلان مورده ببانی از این که آروسی فلانیست بستانیست نامدی یک روز دو روز پنج روز من تونه هیچ چیز نگفتم حالی تو چطور در مقابل ولی من در یه حیات هایی تو کار رو بکنیم ببخشی سه قربانت جواب این روز من رو ببخش سبا من میره جبران میکنم برد که این امی کار باید نشد سبا چون نوبته نیست سبا چون نوبته نیست حیات ها داخل میشه سهره تبدیل میشه حیات ها داخل میشه میگه امی مامور صاحب آدم بسیار رازگوی است از امی پرسان میکنیم میگه که روز روز بله است روز نیست بله قسم سوال میکنه که کلش باز برزده مدیر مدیر یک دفعه حسابش خراب میشه میاد گوش حیات ها یک گپ میزنه حیات ها میگه همه قدر کفایت میکنن مدیر سلام میکنه میگه استلام برای غلام جان بتین نیرقلی و عصبی معرفتی کنه که دیوانه شده این اولین نمایشی بوده که در روی پرده تلویزیون دو وقت تلویزیون یک تلویزیون بود تلویزیون ملی بود در اینجا ما نمایش می‌فهمید که این بسیار معنی خیلی خوبان داشت یعنی یک چی بود که مثلا ما میتونیم مثلا کلمات را که استفاده میکنیم باید جایش را بدانیم هر میگن هر سخن جای هر نقطه مکانی دارد بله بله واقعا هم همین گپ هست که یکان تاس یه تو یک گپ میزنه که هیچ ارتباط به مو مسائل نداره نی؟ به مورد یک چیزی میگه واقعا یک کار میگه بسیار معنی بزرگ داشت مثلا اگر کسی بخواد اگر نگاه شوخیاش بگذره بسیار پر معنی بود من شنیدم خیلی خوب زمزمه میکنین خیلی مقبول میگن زمزمه میکنین ما یک زمزمه قشنگ میخوایم ازتون بشنویم بعد یک بار وقتی اگه تو نیک کسی گفته باشه والا این امون رو در امون مسئله بله و نه حالی بود که من زمزمه یاد ندارم چه قسم مثلا از غزل زمزمه کنم برای دیار یاد چیز رو که زمزمه میکنین اختیار بعد است خودتان است نمیفهم چی رو برای زمزمه زیر دالان انتظار تو هم تو بیایی یا نیایی تو بیایی یا نیایی زیر دالان انتظار تو هم زنی شد یکم یک مصدر دیگر یادم رفتم فکر را خراب شده خب تا حال کدام شاگرد را جزایی کردیم مثلا که میگن در گوشه سمت استاد چو یک لنگه من یک دفعه خودم جزایی شدیم از خاطر ها
شاگرد معلمه جزایی ساده میکنه تو یک شرایطی آمده مثلا در زمان ما مارستاد میکرد میگه بیا گلنگز داره لپیش دسته باز جالبی بود کلی که سر سرما خنده میکرد مالی شرایطی آمده که شاگرد معلمه گلنگز ساده میکنه جزایی خب چون ابی قسمی بوده که شاگرد جزا داده ولی شده طبعا من یکی از خاطرات یک چیزی که مثلا در بین ما یاد شده بود یک روز در یک جای شیشته بودیم یکی از فیلم های شما بود فکر میکنم یکی از این بخش های مثلا شما بودین سعی کردن که دوستان ما صدا کرد گفت کاش کمی استاد ما می بود نگفت تو خیر از دختر خانو بود تو من خیر است گفتم برو دستان بش بگو من علاقه دارم میخوام دستان شما درست بکنم یعنی بسیار وقت را در تدریس دستان فای دختران داشتم مثلا در لیسه الفتح مثلا و تدریس میکردم دختران را تدریس میکردم در لیسه لامه شهید دختران را تدریس میکردم تدریس کردیم یعنی آدم از اق تیر نشه یک قدر که یعنی طبقه اوناس و درس و تعلیم و همو چیز علاقه داره زکور و بچه ها میفهمی که بچه ها بچه ها هستن دیگه یک قدر علاقه و درس و چیز نداره فقط حالی نو یکوان گد برآمده استایلا برآمده در وقت ما مکتب بود وقتی که مویای ما از نه قدر زیاد بالا میشد و قیچی میکردن مویای ما را چیز میکردن نمیموندن خالی استایلا برآمده رقم گلپی واری جور میکنن نه قلب کل میکنن نه قلب بالا میمونن یک قسم دیشایی میمونن که حیران میمونی هیچی رقم از یعنی در وقتی ما هیچ چیز نیدن ما یک مطل بسیار خوب داریم میگه سر دخانه ما آرد یافت نمیشه سر بام ما نو تا تندور است ما خود ما زندگی شرایط خود ببینیم دفتا آدم ها سر خود نمیشوریم ولی در استایل و در این گپایی که وجود داره یک قدر استایلیستیم که فقط مود اگر از امریکا نبرو والا وقت ما اینجا ببینی که بهترین بزرگترین و لوکسترین موتری که در دنیا ولی غریبترین مملکت ماستیم ولی لوکسترین موتری دنیا که هنوز دیگه دنیا نخریده ولی در افغانستان رایج بوده اگر مود بوده از نگاه فیشن بوده از نگاه یعنی لباس بوده از هر نگاهی که بوده اولین کسایی که در افغانستان او استایل نمی خدا گرفتن واقعا یکی از کشورهای جهان بود در کنیادم نمیه یکی کدام کشور بود گفته بودن که به مردم افغانستان کمک کنیم فکر میکنم باز گفته بود که من چطور به مردم کمک کنم که اگر اولین موتر یا اولین چیزی را که ما اختراع میکنیم با امو قیمت بلندش اولین کس که میخره از کشور افغانستان میخره اگر یا فقیر هستن خیلی چطور مثلا میتونه اینقدر ما گدای متکبر هستیم ما گدای متکبر خب یک سوال دیگه میداشته باشیم بعد از اون میریم پارت بعدی برنامه اگر قرار باشد در بین مسلک معلمی و مسلک هنرپیشه و یعنی هنر سینما یکی را انتخاب کنین یعنی یکی را کلن کنار بگذارین کدام انتخاب میکنین چون مسلک معلمی خودش هنر است و مسلک هنر خودش هنر است پس هر دوش هنر است هر دوش زاده یکی دیگه است هر دوش مکس است هر دوش هست یکی را انتخاب نه من معلمی خودم هم مقدمتر میدانم از تمام اعضا ولی هنر هم پاکترین و مقدسترین چیز است که خداوند طبیعت به هنر خود به زیبایی های خود آفریده خودش چیز است ولی هر دوش دوست دارم هیچ کدام چند ترک کردن نمیتونم بسیار آرزوهایتان بوده و بدون شک که هیچ کس آرزوهای خود را ترک کردن نمیتونه و همیشه دنبال آرزوهای خود میره خب بسیار تشکر از این که در این پارت همراه ما بودین هنوز برنامه ادامه داره هموطنان عزیز با ما همراه باشین ما میریم بخش صبحانه چون میفهمین که استاد حسن صبح وقت میخیزن ما هم صبح وقت بیدار کردن گفتن بیاین برنامه میگیریم میریم دوباره زود برمیگردیم با ما همراه باشین خب هموطنان عزیز چه یک صبحانه زیبا گفتم میتونیم زیبا و خوب مزه‌دار هم معلوم میشه رستوران آبشار بر ما آماده کرده میگه چی میگن صبحانه ترکی هستن بدلتان است
یک بار بچشیم چی میگین؟ خب ناخورده شکر گفتم خوب نیست و قیده من خوب چیز است که زحمت کشیدن یکی زحمت کشیدن جور کردن ازشان زیاد زیاد تشکر میکنیم قربانشان. من یک چی دارم میگم یک استعداد که در وجودم نمیبینم امیست که مثلا گل جور میکنن ایچی در وجود خود نمیبینم من هیچ چیز را تزین کردن نمیتانم نمیخوام چرا چقدر مغلول یا تزین کردن ولی من نمیتانم یک چیز است که میگه جوینده یابنده است واقعا هرچی که آدم تصمیم شرط اول موفقیت است آدم به کاری که تصمیم بگیره یک کاری که کوشش کنه اون کار میکنه شما که تصمیم بگیرید آیسته آیسته یک شنی دو تا شنی سه تا شنی خراب کنید چهارم میشه جور میکنه حتما پس ما از صبحانه استفاده میکنیم پس اما تو سوالات ما ادامه میدیم و ما بگید در صبحانه چی نوش جان میکنین بیشتر در صبحانه دیگه صبحانه معلم چی خواهد باشه که یادتر معلم چی میخوره خب یه دیگه دان چای شروع کرده دیگه اگر یکان روز خود خوشبختی ای بایی بوشه که ماش ماش هم بگیریم اگر یکان دارد تخم بخوریم یا دیگه بخوریم دیگه صبحانه شکر شکر است میخوریم موافق همه احوال خود اونو سیا چیست من نفهمیدم که این زیتون است؟ خب اون زیتون این زیتون زردش است اون زیتون سیاش است کدام؟ زیتون ترکی هم هستم خب اینه می ترکی در یک دفعه چرب است وطنی خب چرب که هست چربی زیاد نیستم خب جایی که زیتون باشه مستورا هیچ چیز دیگه استفاده نمیکنه نه خدایش خیلی زیتون دوست دارم به من بگوین که غذا چی دوست داری نوش جان کنی؟ غذا چی؟ اما سوانه علایده از غذا علایده یا چطور؟ نه کلش یک چیز از دیگم هم کم سیر شد و کلش یک چیز است. هم یک مثلا ما یک نان را میخوریم یک غذای را میخوریم دیگه فکر کنید اونو مو نان محسوب میشه نه تو یک یه تو یک پس که یکی غذای است که آدم آم میخوره دیم مثلا چاش تو شب میخوره یکی اوسانی است یگان یگان و خورده میشه مثلا من تو نم اوسانی شو بگوین مثلا من تو مثلا آشک یگان وقتی که یگان دوست آدم میاد یگان میمونی شو و یگان چیز شو آدم میخوره یکی ایست که معمولا چی پخته کنیم یک در اگر کچالو پخته کن دال پخته کن پیوا پخته کن من این چیزا اینا نمیفهمم من کدام شو برد بگویم اردوشو بگویم خب در اوسانه دیگه منتو خوب چیز است از آشک کردن اگر چی گردوش خمیر است ولی اما منتوش خوبتر است بخاطر از اینکه منتو گوشت داره دیگه آشک دیگه و مخدر از غذاهای عادی خوش نداریم بله دیگه برستام غذاهای چی؟ یعنی غذای قابلی یکان دو پیازه یکان کباب کدام غذا رو خودتان یاد دارین شما نوش جان کنین هم تو زبان شما صحبت کنین من دیگه غذا والا چی میتونین خب تخم پخته کردم میتونم بسیار عالی دیگه چیز من از این بیشتر هم یاد ندارم دیگه تو قان رگان چیز پخته کردم میتونم مثلا قابلی مثلا باده یکی از دوستای ما میگفت که بس پخت مردو از زنها که مزه دارتر است آه تو شروع برای پخته کنیم که پنج کل کتاب بخوریم تو گپا را یاد دارم کم کم شکر برو خوب است که یاد دارین مثلا اگر کس خانه نباشه گشنه نمیمانه نه انشالله خودم پخته میکنم بسیار عالی خب هموطنان عزیز قسمی که میدارین جایی که صبحانه باشه یا غذا باشه مسئول اگر گپ زده نمیتونم باید نان خدا بخورم و مخاطر چقدر خوب است که این برنامه را استا استا به اتمام برسانیم جا داره که تشکری کنم از استاد بزرگوار که به ما فرصت داد وقت داد میدونم خیلی مصروف هستن ولی در کنار از او بازم به ما فرصت داد و در برنامه ما حضور پیدا کرد واقعا افتخار بخشیدیم به ما واقعا خیلی خوشحال ما ساختیم دوتان تشکر دنده باشیم قربان شما مسعود جان ولی برنامه رو به این قسمان به اتمام نمی رسانیم خب من تشکریه ما خود خلاص میکنم استاد با یک تمثیل از فیلم که به نامشان میرک بود
با اونمو چی برنامه رو به اتمام میرسانیم. خب جا داره از تمام شما عزیزان تشکر کنم که تا حالا بیننده برنامه خودتان یعنی برنامه همگام با مستوره بودین. تشکر از استاد بزرگوار، تشکر از همکارانی که پشت صحنه همکاری کردن، تشکر از رستوران تا آبشار که بر ما باز همین فضا رو مهیا ساخت ما بتونیم یک برنامه قشنگ برای شما عزیزان تقدیم کنیم. با تمثیل خاکسار صاحب همین برنامه رو به اتمام میرسانیم. خب تمثیل گفتین از فیلم میرک ها؟ یک صحنه از قسمت میرک براتون تمثیل میکنم که خدا کنه که یادتان بیایه یا اگر تصویر شد میتونستین پرتین ببینید آید خوبتر. اما صحنه را برای تمثیل میکنم که مادر من صدا میکنه اما بزر برای من میتر که امیر ببر بازاری سودا کو پیپ همو گلنه تیل میتر دیگه گلنه تیل هم بگی اگر اگر نمک و تیل و گپ هم از بازار خریده برو زک سودا کنی بیاد. میرک آمیرک در کار خدا شوی کجاستی؟ صبر کنن این آمدم چه میگی وی؟ تو بیایی جانه چه بگی نه؟ میرک بچه اونو بازه بگی در بازار ببر اینی در سودا کن اونو گلنه تیله بگی اینه میره برو یک زرگک یعنی تیل هم بیار یک زرگک نمک هم بگی یک زرگک سودا هم بگی گرفته بیار خونه نمره یعنی میرم بازه میگیره اونه مور تصادفن در گیر چارتگاه مفته و همه بازه زیره یه سنگ گفته از پیش شلا میکنن و وقتی که شلا میشن میرگ مهمی می گلنه بره نه همین مردم ها یه دمی کنچه که مردم ها بازی میتی سگه میتی که گزفند گفته بز گفته میتی سگه که برو تل بیار برو 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 او در قار خدا شری میرک او بز بود سگ نبود بز بود بز وای از برای خدا کسی بچه دیوان اعلام دی خود من چطور کنم برو نه نه دیگه اوش کنی که برو نگوی ولی رو دایده میکشم نه نه یه چه سعی کن برو نه نه اینی رو دو بمیرن که من در تیزی بسیار زیاد تشکر خدا خدا همتنان عزیز با مانه خدای تالی.